اثری از ادوارد مانک، نقاش نروژی اواخر قرن 19 هم که اثری تحت عنوان جیغ را به دنیا عرضه کرد. این نقاشی امروز در میان ده ها اثر از بعضی از بزرگترین نقاشان دوران رنسانس به بعد در مؤسسه حراجی سادبیز اینجا در لندن به فروش گذاشته شده است. جالب این که در میان این آثار اثری هم از بهمن محسس به فروش گذاشته شده. شاید یکی از گیراترین آثار این غول ایرانی هنر مدرن و آوانگارد. اثری به نام مینوتور در ساحل دریا. از سال 1977، 44 سال پیش. مینوتور یک هیولای افسانه‌ای یونان باستان است که با خوردن گوشت و خون جوانان یونان زنده بود. نیمی انسان، نیمی گاو شاخدار، سمبل غریزه حیوانی انسان که گفته می شود محسس آن را بدل خودش می دانست. با پای قطع شده، از ریشه کنده شده، یکی از نقاشی های نادر قطع بزرگ او که مشترکاً متعلق به بنیاد محسس و خانواده برونیست، یکی از صاحبان صنایع در ایتالیا، کشوری که محسس بخش مهمی از زندگیش را در آنجا گذراند. مینوتور عمدتاً سمبل انحراف و شهوته، صفاتی که محسس منتقد اون بود، چه در ایران، چه در غرب، چه در جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های دهه 1970. فیلم فیفی از خوشحالی زوزه می‌کشد از میترا فرهانی پنجره‌ای بود به زندگی او. بهمن محسس که در سال 1931 در رشت به دنیا آمد 11 سال پیش در ایتالیا درگذشت. نقاش، مجسمه‌ساز، مترجم و کارگردان تئاتر. او بعضی از آثارش را نابود کرد، از جمله نسخه ای از همین مینوتور در ساحل دریا را. این هم بذار که خیلی شکوهمنده. خوشت میاد؟ خیلی زیبا. من داغونش کردم. He destroyed some of them, yes. A lot of them were lost as well. بله، بعضی از کارهاش رو نابود کرد. بعضی هم در انقلاب و جابجایی ها گم شدند. به همین دلیل نمیدونیم چه تعداد از کارهاش امروز وجود داره. How many works by Moasis are out there? تابلوی مینوتور محسس امروز حدود 500,000 دلار اینجا قیمت گذاری شد. کار مهم محسس یکی از آثار عرضه شده در میان این مجموعه آثار از بزرگترین استادان هنر مدرن غرب در لندن که روز پنجشنبه این هفته به حراج گذاشته می شود. کسرانجی، بی بی سی، سادبیز، لندن.